25 زیقده روز دهول ارز روز نمایان و گسترانده شدن سطح خشکی زمین از زیر قبلگاه عالم کعبه است خدای متعال در روز 25 زیقده زمین را مناسب زندگی قرار داد همانگونه که آغاز حیات زمین از خانه خدا بوده است حیات واقعی بشر نیز با ظهور امام زمان عجل الله فرجه آغاز خواهد شد چرا که روایاتی قیام حضرت مهدی عجل الله فرجه را در روز 25 ذیقعده عنوان کردند. دست کم در سه آیه از قرآن به موضوع ده ارز پرداخته شده است. آیه سی سوره نازعات، آیه سه سوره رد و آیه شش سوره شمس. الفاظ و عباراتی که چهارده قرن پیش بیانگر اعجاز علمی قرآن در بود کیهان شناسی نیز بود. واژگانی که به پرسش های هزاران ساله ژئودینامیک پاسخ داد و مشخص کرد مبنای دینامیک زمین ده مول است امروز دانشمندان زمین شناسی نیز با استفاده از مورفولوژی دریافتند که شروع گسترش زمین از مکه بوده است در آموزه های دینی نکات فراوانی درباره جایگاه والای روز 25 زلقعده نزد خدای متعال بیان شده است و با ذکر اعمال ویژهی فضایل، آثار، برکات و پاداش و اجر دنیاوی و اخروی بسیاری برای عرض نهندگان این روز و احیاکنندگان کنندگان آن معرفی کردند. روایاتی که میفرمایند خدای متعال سواب روزه در دهم الارض را معادل هفتاد سال روزداری ثبت می‌کند. یا روزداری در 25 زلقرده را کفاره گناهان هفتاد ساله انسان عنوان می کنند. همچنین روایاتی که در بیان فضیلت والای شب و روز دهول ارز می هر که در روز دهول ارز روزه بدارد و شبش را مشغول عبادت باشد خدای متعال برای او عبادت صد سال ثبت می کند. همچنین می‌فرمایند برای شخصی که 25 ذوالقعده روزه دار است هر چه میان آسمان و زمین است استغفار می‌کند دهم ارز روزی است که رحمت خدا در آن منتشر گردیده است از مجموع روایات به وضوح فهمیده می شود که خدای متعال اراده کرده است روز دهم ارز همیشه زنده بماند از آنجا که هر موضوعی که خدای متعال اراده کرده نام آن زنده بماند و موضوعیت داشته باشد ارتباطی با چهارده نور مقدس اهل بیت اسمت و تهارت دارد سزاوار است که پیروان ایشان در روایاتی که به موضوع ارتباط تحول ارض با امام حسین علیه السلام و زمین کربلا یا ارتباط دهول ارض با ابو تراب حضرت علی ابن عبی طالب علیه السلام و روایات مهدویت دارد تعمل ویژه‌ای داشته باشند. فاطمه موسوی اخبار شیعه لازم به ذکر است که حضرت امام حسین علیه السلام در پاسخ به گروهی که خواهان توقف حضرتش از حرکت بودند با عبارت قد, اخت، قد اختاره الله فرمودند خدای متعال در روز دهول ارز کربلا را به عنوان مزجع و مدفن من اختیار کرد اگر من نروم و آنجا شهید نشوم چه کسی باید در جای من در آن قبر قرار بگیرد خدای متعال این زمین را پناهگاه شیعیان و دوستان ما قرار داد تا عملها و نمازهایشان آنجا پذیرفته و دعایشان مستجاب شود و شیعیان ما آنجا سکوت کنند و تا در دنیا و آخرت در امان باشند